بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. صحبت در بحث اخلاق در رابطه با عدل و ظلم بود. راجع به ظلم، یکی از گناهان بزرگ هست، مباحثی مطرح شد. یکی از حقایقی که باید بیان بشه و ما بفهمیم این است که ظلم چیست. ظلم بدترین چیز در این عالمه، در مقابل عدل که بالاترین چیزه، ظلم بدترینه. خب ظلم نباید موجود بشه در این عالم، نباید ما ظالم رو بگذاریم گسترش پیدا بکنه کارش، جلوشو باید بگیریم ظالم رو. اما اینی که ظالم کیه؟ گاهی فکر میکنیم که ظالم اون کسی است که تو سر یک کسی بزنه، یک کسی رو بی جهت بکشه بزنه، اون ظالمه. حق مردم رو بخوره، اون ظالمه. گاهی باید به این فکر بیفتیم که این ظالم چجوری سر بلند کرده تو جامعه و داره ظلم میکنه، چطور جرأت کرده بیاد توی جامعه و ظلم بکنه. شما بودید که گذاشتید این بیاد، داره راه میره تو خیابون، سرشو بالا گرفته داره ظلمم میکنه، سخنرانی میکنه داره ظلمم میکنه، اظهار وجود میکنه داره ظلم میکنه. تقصیر شما هاست. ما چیکار کردیم؟ ما که ساکت بودیم، ما که حرف نزدیم، ما که ظلمی نکردیم. نه، درسته شما ظلم نکردی، ولی شما معین ظالم بودی، شما راضی به ظالم بودید، به ظلم ظالم بودید. گاهی انسان ظالم نیست. شما هیچ ظلمی نکردی، تو خونت خوابیدی، هیچ ظلمی نکردی، استغفارم میگی و همش داری ذکر میگی، خیلی آدم به نظر خوبی میرسی. چرا؟ چون همش مشغول یا دعایی یا ذکری یا دعای کمیلی یا دعای ندبهی یا استغفار داری میگی، خیلی فکر میکنی آدم خوبی هستی، در حالی که شما بدترین آدمی. چرا؟ چون جلوی ظالم رو نگرفتی. این ظالمی که اومده داره به مردم ظلم میکنه، اگر شما هم جلوش میستادید، مقابلش میستادید، نمیتونست ظلم بکنه. شما خودتو مشغول به ذکر کردی ولی از ظالم غافل شدی. خب معین ظالم. قال الباقر علیه السلام، امام باقر میفرمایند علیه السلام: العامل بالظلم والمعین له والراضی به شرکاء ثلاث. سه تا ظالم داریم،
هر سه تا شریکن در ظلم. اول اونیست که میاد ظلم میکنه، دوم اون کسی که کمکش میکنه، سوم اونی که هیچی نمیگه، سکوت میکنه، کمکش نمیکنه. من هیچ کمکی بهش نکردم، من به ظالم یک ذره کمک نکردم. بله کمک نکردی، اما سکوت کردی، هیچی نگفتی. عجب، منم که تو خانم نشستم و سکوت کردم، منم ظالمم؟ بله تو هم ظالمی، تو هم ظالمی. نخیال کنید خودتونو کنار بکشید بگید من ظالم نیستم، نه، همون کسی که ظلم میکنه، امام باقر علیه السلام میفرماد اون کسی که ظلم میکنه، اون کسی که کمک میکنه، یه مقدماتی براش فراهم میکنه، براش دست و پاشو باز میکنه برای این ظلم کردن، مقدماتی در اختیارش قرار میده، اونم ظالمه؟ اونم که راضیه به ظلم میشه. راضیه به ظلم چجوری میشه؟ همین که سکوت میکنه، هیچی نمیگه، میبینه ظلمو، میبینه ولی از کنارش رد میشه، هیچ دخالتی نمیکنه، میگه به من چه، من وارد ماجرا نمیشم، من میرم تو خونه خودم میخوابم، مشغول دعا و ثنای خودم میشم، کاری به این کارا ندارم. شما هم ظالمی، فکر میکنی که آدم خوبی هستی، مخلوط شده برات، حق برات روشن نشده. شما وظیفه داری در مقابل ظالم بیستی. ظالم چطور تونسته ظلم خودش رو ادامه بده؟ به خاطر اینکه یه معین داشته، یه عده معینش بودن، یه عده هم سکوت کردن، اونایی که ساکت بودن باعث شده که این ظالم این ظلم خودش رو ادامه بده. خب این در نهج البلاغه حکمت 152، این العامل به ظلم و المعین له و الراضی به شرکاون سلاس. روایت دیگر، الراضی به فعل قوم کداخل فیه معهم، اون کسی که راضی بشه به فعل یک قومی، مثل اینکه داخل در اوست. خب این عرض کنم که بله، این در همون نهج البلاغه حکمت 152. حالا چرا؟ فکرشو بکنید چرا؟ شما که هیچ دخالتی در ظلم نداشتید، شما که هیچ فعالیتی برای ظلم نکردید، حتی کمکش هم نکردید، یک قدم برای ظلم بر نداشتید، ولی سکوت کردید، هیچی نگفتید، دخالت هم نکردید، شما چرا باید به عنوان ظالم اسم شما رو بنویسند، بگن این ظالمه؟ این چرا؟ دلیلش این است که شما وقتی سکوت میکنی در مقابل ظلم، در افعال و اقوال خودتون این مسئله رو نشون میدید. یعنی شما به بچه هاتون، به خانوادتون، به همسایگانتون، به آشنایاتون، به اونایی که با شما ارتباط دارن و شما رو میبینن، به اونا میگید که من دخالتی نمی کنم، یعنی من راضیم به این ظلم، ظلمی داره انجام میشه، شما هم در کنارش رد میشید،
اعتنا نمی کنید، دخالت هم نمی کنید، معنیش اینه که جامعه از شما یاد می گیره که از کنار ظلم رد بشید، به ظلم اعتنا نکنید، با ظلم مبارزه نکنید. این عمل شما اینه دیگه، عمل شما. هر کسی بالاخره یه عده‌ای به اون نگاه میکنن، ببینن این چی کار کرد. جامعه از چی تشکیل میشه؟ از همین افراد تشکیل میشه. من و شما و زید و عمرو و بکر اگر ساکت باشیم و از کنار ظلم بگذریم، به مردم یاد میدیم که مردم از کنار ظلم بگذرید، دخالت نکنید، بذارید ظلم خودشو بکنه. این معناش اینه دیگه، معناش اینه که ظلم ظالم پایدار باشه و مردم هم سکوت کنن، دخالت نکنن، کنار ظلم نرن، نزدیکش هم نرن. خیلی آدم خوبی باشید، کنارش نمیرید، کمکش نمی کنید، اما سکوت می کنید. این در اقوال شما و اعمال شما خودشو نشون میده. این روحیه سازش با ظلم، روحیه کنار آمدن با ظلم، این الگو میشید برای یه عده‌ای. حالا هر کسی یه طرفدار داره دیگه. شما اگر شخصیت بالایی هستید، خب خیلی از شما الگو پذیری میکنن، اونا هم مثل شما. فلانی چی نگو، خب منم نمیگم. شما وقتی بگید یه عده میان میگن، جرأت پیدا میکنن بگن، اما شما که ساکت شدید یه عده زیادی هم ساکت میشن. خب شما در اقوالت، در افعالت، در رفتارت، شما امر به معروف میکنی یا نمیکنی؟ شما که همش تسبیح دستته، داری ذکر میگی، آیا امر به معروف میکنی یا نمیکنی؟ وقتی ساکتی حتی امر به معروف هم نمیکنی، نهی از منکر هم نمیکنی، از کنار قضیه رد میشی. اگر همتون امر به معروف میکردید، همتون نهی از منکر میکردید، کدوم ظالم جرأت میکرد نفر اول بهش داد بزنه، فریاد بزنه، نفر دوم، نفر سوم، نفر چهارم، 10 نفر، 100 نفر فریاد بزنن؟ دیگه اون نمیتونه ظلم بکنه. اما اگر از کنارش رد شدی، شما ساکت بودی، اونم ساکت بود، اونم ساکت، خب این به ظلم خودش ادامه میده. پس بنابر این علت این که میگیم الرازی به فعل قومن که داخل فیهم اینه. چرا اینقدر مهمه؟ خب من که هیچ کاری نکردم، من که هیچ خلافی نکردم. بله، شما هیچ خلافی به نظر خودت نکردی، ولی بزرگترین خلاف را انجام دادی که سکوت کردی و هیچی نگفتی. لذا همین رضایت و همین سکوت از گناهان کبیر است که شما فکر میکنید من یه آدم گوشه‌گیری هستم و خیلی کاری به کسی ندارم و اینها فکر میکنید که گناهی ندارید، ولی گناه کبیره شما مرتکب شدید. از رسول خدا سوال میکنند که یاری کن، پیامبر میفرماید یاری کن برادر مسلمانت را، ستمگر باشد یا ستم دیده، چه ظالم باشه چه مظلوم، به هر دو باید کمک کرد. به ظالم چجوری کمک کنیم؟ پیامبر میفرماید به ظالم کمک کن، به مظلوم هم کمک کن. و به ظالم چجوری کمک کنم؟ حضرت میفرماید به ظالم
که کمک میکنی باید دستاشو بگیری نگذاری ظلم بکنه. این کمک به ظالمه. کمک به ظالم نه اینکه به ظلمش کمک بکنی، نه، دست ظالم رو بگیر نگذار ظلمشو انجام بده. این کمک به ظالمه. لذا پیامبر میفرماید یاری کن برادر مسلمانت را، چه ستمگر باشد یا چه ظالم باشد چه مظلوم. سائل سوال میکنه که به ظالم چه جوری من کمک بکنم؟ پیامبر میفرماید دو دست ظالم رو بگیر و نگذار ظلم بکنه. این کمک کردن به ظالمه. خب پس بنابر این نکته مهم این است که ما توجه کنیم که ظالم نباشیم. اگر سکوت میکنیم ظالمیم. ظلمو میبینیم و سکوت میکنیم. این بزرگترین ظلمه و از گناهان کبیره است. در دعاها میخونید و لعن الله امتن سمعت بذالک فرضیت به، شنیدن خلاف ها رو اما هیچی نگفتن. خلاف رو میشنوید هیچی نمیگید، داره سخنرانی میکنه خلاف داره میگه هیچی نمیگید، عملش خلافه هیچی نمیگید، تو اداره میرید میبینید داره خلاف میکنه سکوت میکنید، تو بانک میرید ببینید خلاف میکنه سکوت میکنید. این سکوت ها همشون ظلمه. ما جزو ظالمین هستیم. ما خودمونم همینطوریم. عادت کردیم که از کنار ظلم رد میشیم و با سکوتمون اون ظلم رو پایدار میکنیم. جرأت میکنه که ظلم رو ادامه بده و تکرار بکنه. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.